قصد دارم امروز بهترین مواد غذایی برای سمزدائی کلیه ها رو باهاتون به اشتراک بذارم. ولی اجازه بدین قبل از شروع این برنامه در مورد یک سری اطلاعات پایه‌ای صحبت کنیم. بزرگترین مشکل داشتن بیماری های کلیوی، مخصوصا اگر از انواع وخیم باشه، اینه که درمان هایی در اختیار شما نمیذارن که شفا بخش باشه. مثلا بهتون میگن تنها راه اینه که دیالیز بشید که بسیار بسیار دردسر سازه و درمانی هم که حاصل میشه اصلا خوب نیست، چون راه حل های طبیعی به شما داده نشده. نکته اینجاست که کلیه در واقع نوعی فیلتره، پس هر دارویی که به شما بدن مقدار سموم کلیه رو بیشتر میکنه. پس وقتی با کلیه سر کار داریم باید از درمان های طبیعی استفاده کنیم که به هیچ عنوان عوارضی نداشته باشه. کلیه ها مواد شیمیایی رو تصفیه می کنن، مثل آفتکش ها، حشره کش ها، علف کش ها و قاش کش ها، فلزات سنگین، پلاستیک ها و مواد معدنی اضافی. همچنین قند اضافه رو حل می کنه و مشخصه که اگر قند زیادی مصرف می کنید، دارید به این فیلتر آسیب می رسونید، چون دیابت دلیل اصلی بیماری های کلیوی محسوب می شه. همچنین کلیه پروتئین های بجا مانده رو هم حذف می کنه، پس وقتی ما پروتئین مصرف میکنیم شکسته میشه و به امونیا تبدیل میشه که برای قسمت‌های مختلفی از بدن ما بسیار بسیار سمیه، مخصوصاً عصب‌های داخل مغز. و به همین دلیل اگر امونیای زیادی داشته باشید، به علت زیاد بودن در جریان خون وارد مغز میشه و میتونه باعث زوال عقل و خیلی چیزهای بد دیگه بشه. بدن در چرخه‌ای به نام یوریا پروتئین رو به امونیا تبدیل میکنه و بعد به یک مادی که کمتر سمی باشه تبدیل میشه که باید توسط ادرار دفع بشه. اگر کلیه های سمی داشته باشیم به احتمال خیلی زیاد کبد هم سمی میشه، چون این دو در کنار هم کار میکنن. متاسفانه ما در دریایی از سم شنا میکنیم. در محیطی که توش هستیم بیش از 1000 ماده شیمیایی جدید در ساعت تولید میشه و از هر طرف مورد حمله قرار گرفتیم. پس ما به کلیه های سالم نیاز داریم و همچنین کبد سالم که با این همه مسمومیت دست و پنجه نرم کنیم. کلیه اصلی ترین ارگانه که به ویتامین دی کمک میکنه. کبد هم همینطوره، اما کلیه خیلی مهمتره، چون نوع مصرف نشدنی ویتامین دی رو به نوع قابل مصرف ویتامین دی تبدیل میکنه و حتما میدونید که ویتامین دی چقدر مهمه. خب نشانه های برتر برای اینکه متوجه بشیم کلیه های ما خوب کار نمی کنند کدامن؟ نشانه اول نقرسه، یعنی شما یوریک اسید انباشته شده دارید که معمولا در شست بزرگ پا خودش رو نشون میده. این یعنی کلیه ها نتونستن به طور مؤثر یوریک اسید رو دفع کنن که میتونه به سنگ کلیه هم تبدیل بشه. این زمانیه که سنگ های کلسیوم اکسالیت که در کلیه ها ساخته میشن خیلی متراکم شدن. در چنین حالتی میتونید با خوردن مایعات کافی از ساخته شدن این سنگ ها جلوگیری کنید. نشانه بعدی پف چشمه. وقتی به صورت کسی نگاه میکنید میتونید مشکلات کلیوی رو ببینید. اگر چشم پف کرده باشه، مخصوصا پایین و بالای چشم، نشان دهنده مشکلات کلیویه، به خاطر اینکه جلوی راه مایعات گرفته شده. نشانه بعدی ورم در پایین پاهاست. اگر با انگشت پوست اون قسمت رو فشار بدید، جای اون باقی میمونه. همینطور خارش پوستی. این افراد ممکنه در ادرارشون گلوکوز یا پروتئین بالا داشته باشن که باعث بوی خیلی بد ادرار هم میشه. اگر کلیه ها درست کار نکنن، امونیای زیادی به جای یوریا تولید میشه که باعث بوی بد ادرار، ادرار تیره تر و پر از کف میشه که برای مغز ما بسیار سمیه. کف زیاد در ادرار معمولاً به علت پروتئین زیاد در ادراره، چون به طور مناسب بازیافت نشده و حتی ممکنه به فشار خون بالا دچار بشیم. حالا سوال اینجاست بین این همه مواد غذایی بهترینشون برای کلیه های مسموم شده کدامن؟ کلمه باکچوی که جز سبزیجات چلیپاییه که اگر مسمومیت کلیه داشته باشید از همه بیشتر به کارتون میاد. این نوع سبزی ها آنزیم هایی دارند که میتونن به سمزدایی فاز دوم کمک کنن. از اونجایی که ما سعی داریم سم ها رو از بدنمون جدا کنیم، مصرف بیشتر سبزیجات چلیپایی و مخصوصاً باکچوی در این روند کمک زیادی میکنه، چون تمامی سموم رو میگیره و به مواد غیر مضر تبدیل میکنه و استرس رو از روی کلیه ها برمیداره. کلمه باکچوی پتاسیم زیادی داره،
پتاسیم بسیار برای کلیه محافظت کننده است. خیلی از مردم بر این باورند که برای محافظت از کلیه باید از سدیم دوری کنند. اما چیزی که مهمه افزایش مصرف پتاسیمه که باعث تعادل سدیم میشه و برای کلیه ها بسیار حیاتیه. نکته جالب دیگه درباره این نوع کلم اینه که ماده اکسالیت نداره. چیزهایی مثل بادام، اسفناج و خیلی از سبزیهای دیگه، حتی حبوبات و دانه ها دارای ماده اکسالیت هستند و در صورت مصرف بیش از حد باعث سنگ کلیه خواهند شد. این نوع کلم علاوه بر اکسالیت کم، پروتئین کمی هم داره. چون اگر پروتئین ادرارتون زیاد باشه، نباید پروتئین زیادی مصرف کنید، بلکه پروتئین کمتر اما مفیدتری رو مصرف کنید. اما کلم باکچوی تمامی موارد مورد نیاز رو در خودش داره. میتونید با کمی سیر و نمک دریایی بخارپزش کنید که خیلی غذای سالمیه. شماره دوم، سرکه سیب به همراه آب در طول روز. اسیتیک اسید موجود در سرکه سیب از کلیه ها محافظت میکنه و همچنین در قند خون به شما کمک میکنه. چون قند بالا یکی از دلایل بزرگ برای مشکلات کلیویه. رعایت رژیم غذایی کتوژنیک و روزه متناوب برای کلیه های شما بسیار سودمنده. شماره سوم، آب لیمو. آب لیمو سیتریک اسید داره که میتونه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کاهش بده. چون خودش نوعی اسیده، به یک راهکار الکالاین برای بدن شما تبدیل میشه. آب لیمو میتونه به نقرس هم کمک کنه. اگر بدن رو کمی الکالاین یا قلیایی کنید، روند کریستال شدن یوریک اسید رو در مفاصل متوقف میکنه. مورد بعدی، آب کرفس یا خود کرفسه که میتونه آمونیا رو کاهش بده و به سمزدایی کمک میکنه و به کاهش خطر سنگ کلیه میانجامه و همینطور پروتئین رو کاهش میده. شما باید فقط 3 اونس پروتئین در هر وعده مصرف کنید، مخصوصا اگر پروتئین ادرار شما بالاست. مورد پنجم، مطمئن بشید که پتاسیم زیادی در رژیم غذاییتون مصرف می کنید. اگر سالادهای زیادی مصرف کنید، پتاسیم شما تامین میشه. سالادهای بدون غلات یا هر گونه شکر. این کار برای کلیه های شما بسیار سودمنده. همونطور که گفته شد، کم کردن سدیم کمکی نمی کنه. چون شما به مقدار خاصی از سدیم و کلوراید نیاز دارید. پس ما باید پتاسیم را افزایش بدیم و اصلاً به سدیم توجهی نداشته باشیم. مورد ششم، آب مقطره. آب مقطر واقعاً برای کلیه ها خوبه. همینطور برای نقرس و مسمومیت های کلی. و بدترین کاری که میتونید بکنید اینه که آب شیر بنوشید. مخصوصاً زمانی که کلیه های مریضی دارید. چون پر از مواد شیمیایی مثل فلوراید، کلور و از این نوع چیز هاست. شماره هشتم، پروبیوتیک ها. غذاهای پروبیوتیک مانند کیمچی و کلم ترش میتونه فشار رو از کلیه ها کمتر کنه، چون غذاهای پروبیوتیک به روده ها کمک میکنه آمونیا بسازه. بنابراین تمام این مسئولیت به کلیه داده نمیشه. گیاه خارمریم و ماده معدنی زینک هم میتونه فشار کلیه ها رو کاهش بده. زینک یا روی میتونه آمونیا و یوریایی که در ادرار وجود داره رو کاهش بده. پس مطمئن بشید که به مقدار کافی در بدنتون دارید. و در آخر مکملی به نام آرجینیکس. این مکمل یک آنزیمه که تبدیل پسماندهای پروتئین رو به یک چیزی که قابل دفع باشه رو آسون میکنه و مخصوصاً واکنش‌های شیمیایی که در آخر چرخه یوریا رخ میده. آرجینیکس هم برای نقرس خوبه، هم برای سنگ کلیه و کلاً مسمومیت‌های کلیوی. این مکمل که با نام آرجینیس به فروش میرسه، متاسفانه ما در ایران لینک فروشش رو پیدا نکردیم. اما در خارج از کشور ایران این مکمل قابل خریداری هست از طریق سایت آمازون که لینکش رو در قسمت توضیحات و نظرات گذاشتیم.